سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با مسئولان اتاق مادن و صنایع افغانستان نقش سکتور خصوصی را در روند صلح با ارزش می‌داند. در این دیدار با نمایندگان سکتور خصوصی مشوره صورت گرفته و خواستهای آنها نیز شنیده شده است. مسئولان در اتاق معادن و سند می گویند که با نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار نقش سکتور خصوصی در روند صلح با اهمیت خوانده شده است. همچنان سکتور خصوصی خواستها و پیشنهادهای خود را هم با زلمه خلیلزاد شریک کردند. با بودن صلح در حقیقت زیربنای اقتصادی افغانستان و صنعت افغانستان و سرمایه گذاری ها اینا افزایش پیدا میکنه و اینجا متضرر واقعی سرمایه گذار ها هست در افغانستان. اگر هر نظام، اگر هر تغییرات در افغانستان بیاید و هر آسیب پذیری که به وجود میاد، اینجا آسیب و ضرر زیرا زیان زیرا سرمایه گذار میبینه. آنان میگویند که یکی از عوامل اساسی جنگ در کشور بیکاری است. در این دیدار تاکید شد که اگر صلح تامین شود و سرمایه گذاری صورت گیرد، فرصتهای کاری ایجاد می شود و بیکاری کاهش می یابد. مسئولان ریاست ترانسپورت زمینی بلخ می گویند عواید این ریاست در سال مالی 97 به 91 میلیون افغانی رسیده است و نسبت به سال پار 20 میلیون افزایش را نشان می دهد. این مسئولان همچنان از طرح‌های تازه برای بهبود ترانسپورت در این ولایت خبر می دهند. ریاست ترانسپورت زمینی بلخ از افزایش عواید نداره نسبت به سال پار سخن می زند. مصطفی سروش رئیس ترانسپورت زمینی بلخ می گوید در سال مالی 1397 عواید این ریاست به 91 میلیون افغانی رسیده، در حالی که در سال گذشته این اداره 71 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده بود. در سال مالی 1397 ما عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم. ناامنی در شمال کشور، کاهش فعالیت بازرگانی و نبود سیستم الکترونیکی جهت جمع‌آوری عواید از چالش‌های سد راه ریاست ترانسپورت زمینی بلخ عنوان می‌شود. متاسفانه فعالیت‌های تجاری کاهش پیدا کرده یک اندازه و زمانی که فعالیت‌های تجاری کاهش پیدا می‌کنه به این معنی است که کالاهای اقتصادی بیشتر انتقال پیدا نمی‌کنه در نقاط مختلف و مخصوصاً ساحات که مربوط به ولایت بلخ است. مسئولان ریاست ترانسپورت زمینی بلخ همچنان از ساخت 4 ترمینال برای وسایط مسافربری و باربری در مساحت 1000 جریب زمین در بخش‌های مختلف ولایت بلخ خبر می‌دهند، اما می‌گویند تاکنون بودجه جهت ساخت این ترمینال‌ها اختصاص نیافته است. شرکت افغان بیسیم برنامه را زیر نام چراغ‌خانه افغان بیسیم گشایش داد. به اساس این برنامه به شهروندان کشور دستگاه‌های سولر به گونه قسط داده می‌شود تا از آن به روشنایی خانه هایشان استفاده کنند. مسئولان حکومتی این برنامه را سودمند می دانند. شرکت افغان بیسیم در برنامه تازه در نظر دارد تا برای شهروندان کشور که به انرژی برق دسترسی ندارند، دستگاه های تولید انرژی برق خورشیدی یا سولر را توزیع کند. پول این دستگاه ها به گونه قسط از طریق موبایل گردآوری می شود. وزارت انرژی این برنامه را سودمند می دانند. جای دارد تشکری کنیم از افغان بیسیم. خوشحال هستم که روزی به افتتاح افغان بیسیم حضور داشتیم. امروز افتتاح پیشگویی افغان بیسیم حضور داریم. استفاده از تکنولوژی، استفاده از منابع بشری، استفاده از ظرفیت‌های سکتور خصوصی می‌تونه افغانستان را به سرعت به طرف خودکفایی انرژتیکی برسانه. در همین حال وزارت انکشاف دهات می‌گوید نیاز است تا این برنامه در بخش‌های تولید نیز گسترش یابد. ما تمرکز داریم که از طریق برق با برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های تولیدی که با
با تولیدات زراعتی وصل شوه، ما برق نه تنها برای روشنی بلکه به خاطر اقتصاد هم استفاده کنیم. پیش از این بیات پاور نیز از تولید انرژی برق و گاز خبر داده که این برنامه نیز با استقبال شرکت برق افغانستان همراه شده است. همچنین از بیات گروپ که پروگرام انرژی بیات انرژی را اولین کمپانی بودند که باز سیستم پروژه تولید انرژی برق از گاز سرمایه گذاری کردند و امیدوار هستیم بسیار زود در هفته یا در روز آینده شپمنت انتقال توربینای گاز بیات انرژی هم حرکت کنه برای طرف شبرغان بخیر. افغانستان در حال حاضر بیشترین انرژی برقش را از کشورهای بیرونی وارد می کنند که این کار انتقادها را به همراه داشته است. پروژه برق ولسوالی گرشک هلمند به گونه کامل متوقف است. هرچند قرار بود این پروژه برق تا دو ماه تکمیل شود، اما والی هلمند به دلیل اینکه کار به اساس قرارداد صورت نگرفته پروژه را متوقف کرده است. اما بسیاری ها ادعا دارند که والی از تطبیق کنندگان این پروژه تقاضای پول دارد. کار پروژه برق ولسوالی گرشک هلمند با دلایل امنیتی از 6 سال به این سو متوقف بود، اما چند پیش کاران آغاز شد. اکنون باشندگان میگویند که کار این پروژه به دلیل فساد متوقف شده است. آنان میافزایند که والی هلمند از این پروژه 400 هزار دلار پول تقاضا کرده است. شوان آلا ده پنج بار کار کیه، اگر آلا ده تیم بوده اکستا و کرده ود، والی سا پیسی واری کاره بند کرده دی کار نس، فوس مش کار نکود. بار کار نیا ولی دلیلی چی داغه ده پنج بار ده وای والی سا و بند کرده دی ود پیسی واری. داشت پیا ولی دلیل ود سالور لکه دلار واری. اما والی هلمند بارد این ادعا میگوید که کار این پروژه را به دلیل اینکه مطابق به قرارداد پیش نمی رفت متوقف ساخته است. ما سوزری دوی را اوخته و بالاخره پروپوزل می تی اوخته چې موږ باید مونته قرارداد او پروپوزل د جلال آباد ما بوزلس مشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید د اخري قدمه ته ورسیږي. موږ دین را اوخته چې دوی دې باید د مترکی تر څو موږ خپل حیاتان ولیدو دا وګوري چې په قرارداد کې څه دی او کار څه کوي تر څو موږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي. متاسفانه دوی نن سبا کوو دغه کار یې ونه کړ، هغه په دې خاطر چې حتما څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته. والی هلمند میافزاید که خانه بررسی قرارداد شده است و پس از آن اجازه کار به شرکت داده خواهد شد. مسئولان میگن که اگر کار این پروژه آغاز شود تا 20 روز تکمیل شده و ولسوالی گرشک صاحب برق خواهد شد. وزارت انرژی و آب میگوید در 18 ماه گذشته به همکاری بانک جهانی راهبرد ملی مدیریت آبهای کشور را آماده کردند. بر اساس این راهبرد چگونگی ساخت بنهای آب، مدیریت آبهای زیرزمینی و دریاها بر رایزنی گرفته شده است. وزارت انرژی و آب میگوید استفاده آب‌های زیرزمینی و دریاها به گونه بی‌رویه در چند سال گذشته آسیب‌های زیادی را وارد کرده است. اکنون وزارت انرژی و آب به کمک بانک جهانی راهبرد تازه را ساخته‌اند تا این آب‌ها به گونه لازم مدیریت شود. د دې ټولو بندونو هغه نواکسات یا هغه مشکلات چې په تیرو وختونو کې ورسره مواجه شوی دي، د هغه ټول بندونو ارزیابي یې ترسره کړي. زموږ د داخلي متخصصینو او د نړیوالو خارجي متخصصینو ترمنځ تقریبا لس ورکشاپ چې په هغو کې 1500 پر شاوخوا باندې داخلي او خارجي متخصصینو ګډون درلود، مذاکرات کړي دي، خبرې کړي دي او پر هغو باندې خپل نظریات وړاندې کړي دي. وزارت انکشاف دهات نیز این طرح را به سود اقتصاد افغانستان میداند. تمرکز سر کارهایی که سافت است، کارهایی که طرز عملای از اون زیربناها هست که چطور ما بتانیم از این زیربناها استفاده بکنیم، متاسفانه نداشتیم. و الحمدلله حال تمرکز بیشتر سر کارهای سافتویر است، سر قوانین است، سر مقررات است، سر طرز عمل است، سر رهنمودا هست. اما آگاهان میگویند بیشتر برنامه‌های حکومتی در زمینه مدیریت آبها روی کاغذ است و در عمل مشاهده نمی‌شود.
وزارت کار امور اجتماعی اعتراف میکند که در 4 سال گذشته حکومت نتوانسته است که به گونه لازم به مشکل بیکاری رسیدگی کند. اما مسئولان در این وزارت تاکید میکنند که در این مدت برنامه های موثری برای حل مشکل بیکاری روی دست دارند. وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ملی برای بیرون رفت از چالش بیکاری را اندازی کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند مشکل بیکاری تا اکنون حل نشده و برنامه ها برای بیرون رفت از این چالش روی دست است. طول بودجه واحدونه سر جمعنه کرده چه دده کار تلپای پوری با اوسوه اتویشت زره دائمی یا مستقیم او غیر مستقیم دائمی او موقت کارونه به ایجاد کرده. با این حال آگاهان گفتند که در 5 سال گذشته سطح بیکاری و فقر در حال بدتر شدن است و حکومت نیز نتوانست است که به این چالش نقطه پایان دهد. از آغاز سال 2018 میلادی تا اکنون بیش از 60,000 شهروند افغانستان جهت سیاحت به کشور ازبکستان سفر کردند. نماینده ازبکستان مقیم بلق میگوید در این مدت 4,500 افغان نیز ویزای تجارتی ازبکستان را دریافت کردند. ایجاد سهولت برای شهروندان افغان جهت دریافت ویزای ازبکستان و فراهمسازی زمینه سرمایه‌گذاری در آن کشور برای بازرگانان افغان موارد است که سبب شده در سال جاری خورشیدی افغان‌ها سفرهای بسیار به این کشور داشته باشند. سرکنسول ازبکستان مقیم بلخ می‌گوید در سال 2018 میلادی بیش از 60,000 افغان ویزای ازبکستان را دریافت کردند و جهت سیاحت به این کشور سفر کردند. در سال گذشته بیش از 60,000 شهروند افغانستان و ازبکستان سفر کردند. این بسیار نشان دهنده خوب است. مقام های ازبکستانی در بلخ میگویند روزانه بین 100 تا 250 شهروند افغان ویزه دریافت میکنند. همچنان تا یک سال بیش از 4,500 افغان ویزه تجارتی ازبکستان را دریافت کردند. یک جا ما با سفارت خودمان در کابل بیش از 4,000 ویزه بیزنس ویزه دادیم برای بیزنسمن های افغانستانی که اونا بتونن رفته آمد کرده و تجارت خودشان پیش برند. در سال 2018 میلادی 90 شرکت مشترک توسط بازرگانان افغان و ازبکستانی در کشور ازبکستان ایجاد و به فعالیت آغاز کرده است. بنیاد بیاد به ده‌ها خانواده ی نیازمند در ناحیه اول کابل مواد خوراکی و لباس و کمپل کمک کرد. انجینر احسان الله بیاد رئیس بنیاد بیاد میگوید این کمک‌ها در شرایط کنونی میتواند تا اندازه به نیازهای مردم سودمند باشد. آقای بیاد از دیگر سرمایه‌گذاران خواست تا دست نیازمندان را بگیرند و همچنان از دوام کمک‌های زمستانی بر نیازمندان در پایتخت و ولایت‌های دیگر نیز خبر می‌دهد. سرمایه سخت روزگار کسانی را که زیر خط فقر زندگی میکنند دشوارتر کرده است. از این رو بنیاد بیاد برنامه حمایتی از مردمان نیازمند را در فصلهای متفاوت به ویژه زمستان روی دست میگیرد. این بار کمک های زمستانی بنیاد بیاد برای معلولان و معیوبان نیازمند در ناحیه اول کابل صورت گرفت. این کمک ها شامل مواد خوراکی، لباس های زمستانی و کمپل میشود. بنیاد بیاد کوشش کرده که همیشه اقشاری که زیادتر ضرورت و کمک داره اونا رو تحت پوشش خود قرار بده و یکی از او گروپ ها هموطنان ما که معلول هستن اینا هستن که اینا تقریبا زیادتر از همه نیاز به کمک دارن. امروز ما خوشوقت هستیم که تانستیم یک اندازی کمک های زمستانی که ما خدمت هموطنان ما تهیه دیده بودیم برای عزیزان ما برسانیم، اما این بسنده نیست. خواهش ما این است که هموطنان ما همی عزیزان ما را که ضرورت های بسیار زیاد دارن اینا را مورد نظر بگیرن و کمک هایی را که دارن خصوصا در این فصل زمستان خدمت عزیزان ما برسانن. در همین حال شمار از معلولان میگویند که همواره از کمک های بنیاد بیات مستفید شدند. زندگی زنا یک رقم زندگی است و فقط
زنده است دیگه، فقط زنده است، خلاص را میره نفس میکشه خلاص دیگه، کدام چیزی برای زیاد درد نمیخوره. بازم خوب است، یعنی برایشان یک چیزی میشد. از خداوند دلایزال خیر و برکت برش نصیب بگردانه و همیشه امیتون مسکینا و بیچاره را غمش میخوره و خبر دارم. بنیاد بیاد دست کم در 10 سال کمک های فراوان در بیش از 25 ولایت کشور داشته و این کمک ها در سرما برای آنها مؤثر گفته می شود و اعضای نهاد می گویند کمک های این بنیاد خیریه دوام خواهد داشت. شماره متقاضیان میتر آب در هرات به تناسب سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. مسئولان آبرسانی هرات میگویند افت سطح آبهای زیرزمینی و استفاده بیروی از سولرهای آفتابی با منظور استفاده از آبهای زیرزمینی از عوامل افزایش تقاضا برای خرید آب به حساب می آید. از افت سطح آب‌های زیرزمینی هرات تا افزایش تقاضای شهروندان برای خرید میتر آب، بر بنیاد گفته‌های مسئولان اداره آبرسانی هرات میزان متقاضیان میتر آب به تناسب سال‌های گذشته 3 برابر شده است. این مسئولان می‌گویند در کمتر از یک هفته گذشته بیش از 500 پایه میتر آب برای شهروندان متقاضی توزیع گردیده. یافته‌های مسئولان آبرسانی نشان می‌دهد سطح آب‌های زیرزمینی هرات به دلیل استفاده بی‌رویه کشاورزان از آب‌های زیرزمینی افت بی‌پیشینه‌ای داشته است. ما در سال 97 روزانه شاهد حضور 40 تا 50 نفر از هموطنان عزیز ما، 50 میشه گفت فامیل، به اداره آبرسانی بودیم و همین روند باعث شد که ما در 3 ماه نخست سال 97 حدود 3000 پای متر توزیع کنیم. با این وصف ساکنان هرات میگویند مردم نباید به گونه ظالمانه ای از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند. این باشندگان همچنان از مسئولان آبرسانی خواستار توزیع میتر آب به شکل منظم هستند. من فکر میکنم باز هم شاید یکی دو روز توزیع کنه و بعد با مشکل مواجه بشه. یک موزل بزرگ و یک ضعف بزرگ برای اداره آبرسانی هرات که توزیع میتر آب به کندی پیش میره. آلودگی آب‌های زیرزمینی و استفاده بی‌رویه کشاورزان از سولرهای آفتابی به هدف آبیاری مزارع کشاورزی از تهدیدهای جدی در برابر آب‌های هرات عنوان می‌شود. فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند دولت مکلف است این چالش را مهار کند و برای مردم آب آشامیدنی پاک فراهم نماید. به همه مردم میتر توزیع کنه، اگر میتر به این شکل توزیع کنه برای مردم میتره بند بکنم، فکر رو بجز از زمینی فساد دیگه چیزی نیست. ارائه خدمات حق شهروندانه که باید برای از اونا داده شد. وقتی ما یک اداره مسئول در زمینه داریم و پاسخگویی به خواستهای مردم نمیشه، طبیعتاً یک نگرانی بسیار جدیه. با این همه بر اساس گزارش ها بحران آب چالش جهان شمول به حساب می آید. کارشناسان می گویند اگر این بحران با همکاری دولت و مردم مهار نشود، تبعات ویران کننده ای را در آینده به دنبال خواهد داشت. نزدیک به 4 میلیارد افغانی از عواید 10% کردیت کارت های مصرفی گردآوری شده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با ابراز این مطلب میگوید که این عواید در 4 سال گردآوری و به خزانه دولت وارد شده است. اما شماری از آگاهان این رقم را پذیرفتنی نمیدانند و تاکید میورزند تا هنگامی که فساد در این وزارت ریشه کن نشود، احتمال حیف و میل عواید 10% کردیت کارت ها وجود دارد. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی میگوید به زودی برای گردآوری محصولات 10% گوشی های همراه از سیستم های معیاری استفاده خواهند کرد. بر اساس آمارها این وزارت در 4 سال گذشته حدود 14 میلیارد افغانی گردآوری شده است. او دا سیستم یواز دلس بسده نده دا زمونگ ده نور چمره چواهی دروری داغی ده اتمنان ده پاره هم برخی لری. دا سیستم طول مخابراتی کمپانیان سر وصل کیگی. بیا دی دوی سیستم تا کلا دا سیستم چی جور شلو دی دوی چمره. یو مثال در درکم یو کس ده لس یا دی سل افغانه یو کارت واخستلو. دا کارت سپین کرلو پیسی جمع کرلو. دا سیستم
لاس رسای لري چې دغه استاسو لس فیصد معلومی کی. در همین حال روند گردآوری محصولات مخابراتی با انتقاد برخی از آگاهان همراه است. طبعا وقتی که سیستم نبود، ظرفیت در یک وزارتخانه نبود، مشکلات فساد وجود داشت، این مالیات ارقام کرایه میشه، در او حتما مشکلات حیف و میل و فساد وجود داره. در همین حال وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی نیز میگوید که برای گردآوری بهتر محصولات روی ظرفیت ها سرمایه گذاری ها را بیشتر ساخته است. ثروت 26 سرمایه گذار در جهان به اندازه دارایی نیمه از افراد کره زمین است. بر بنیاد گزارش تازه سازمان جهانی اقتصادی آکسفام، 26 ابرثروتمند جهان معادل 3.8 میلیارد فقیر دارایی دارند. در این گزارش همچنان آمده است که بیش از 3 میلیارد انسان در جهان روزانه کمتر از 5.5 دلار درآمد دارند و زیر خط فقر بر سر میبرند. در آستانه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد موسوم به نشست داووس در سوئیس، آکسفام یا سازمان بین المللی امدادرسانی گزارش تازه‌ای را به نشر رسانده است که بر بنیاد این گزارش فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، به گونه ای که ثروت تنها 26 فرد از ثروتمندترین افراد جهان با دارایی حدود 3.8 میلیارد انسان روی زمین برابر است. یکی از مسائل مهم و برجسته مسئله مالیات است که افراد ثروتمند در جهان کمترین مالیات می پردازند و این کار از ده ها سال است که ادامه دارد. بنابراین اگر تمام ثروتمندان جهان سهم منصفانه خود را از مالیات بپردازند، خواهید دید که این بحران بزرگ و نابرابری مشاهده نخواهد شد. در میان 26 نفری که ثروتمندترین افراد جهان گفته شده است، به اسم جف بزوس، مدیر شرکت آمازون به عنوان ثروتمندترین فرد جهان اشاره شده است که دارایی های او در سال گذشته به 112 میلیارد دلار می رسید. در این گزارش همچنان گفته شده است در حالی که شمار ابر ثروتمندان و دارایی آنها به شدت افزایش می یابد، فقرای جهان همچنان فقیرتر می شوند. گزارش ما شواهد فوق‌العاده را در پیوند به نابرابری نشان می‌دهد. نابرابری سبب می‌شود مادران و نوزادان بسیاری در اثر فقر و بیماری جان ببازند. کودکان بسیاری از تحصیل باز بمانند و افراد زیاد به دلیل کمبود امکانات بهداشتی دچار مرگ زودرس شوند. بر بنیاد آمار این سازمان، ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته 900 میلیارد رشد داشته است، معادل به 2.3 میلیارد دلار در روز. فقر شدید در کشورهای آفریقایی افزایش چشمگیری داشته است. 3.4 میلیون انسان زیر فشار اقتصادی شدیدی هستند و درآمد بسیار کمی دارند، کمتر از 5.5 دلار در روز. اگر ثروتمندان جهان 1% بیشتر مالیات بپردازند، یعنی تنها 0.5% از کل ثروتشان را، 262 میلیون کودک میتوانند باسواد شوند و زندگی 3.3 میلیون نفر از افراد محروم از درمان حفظ خواهد شد. سازمان آکسفام در سال 1942 به هدف کمک و ریشه‌کن‌سازی فقر، بی‌عدالتی و گرسنگی تأسیس شده است. خب بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.